من امیدوار بودم این نشست سران رهبران کشورهای اسلامی در ریاض برگزار نمیشد. بعد از اینکه این نشست برگزار شد واقعا بی نتیجه بود. ما دیدیم که وحشیگری صهیونیست‌ها خیلی بیشتر شد، یعنی شروع کردن دیدن نشست رهبران کشورهای اسلامی در ریاض نتیجه نداد و بی نتیجه است، شروع کردن به مدارس، به بیمارستان‌ها، به مهد کودک، به پناهگاه‌ها، به کمپ‌ها، خیلی جنایت مرتکب جنایت جنگی شدن. ما در این نشست عربستان نشون داد، ریاض رهبران، نشست رهبران جهان عرب اسلامی در ریاض نشون داد کشورهای عربی آینا دولت حاکمیت خودشونو اجاره دادن. خب درباره ایران فکر میکنی تا حالا ایران خوب کار کرده؟ آینا جا اتفاقا من میخوام بگم که نه اینکه سیاست خارجه، چندین ساله ایران یه ضعف بزرگی داشت، اینی که در رسانه خیلی ضعیف بودن. ولی امیر عبدالله اونجایی که تجربه معاونت آفریقایی و آسیایی محور مقاومت به خوبی آشنایی با این دارن، امروز بسیار فعالن و بسیار اتفاقا پخته عمل میکنن. مثلا امروز رفته بودن لبنان، دیدید با اصناف مردم لبنان اون خیابون راه رفتن، نشون داده مردم لبنان که اینجا خیابون تهران برای من هیچ لبنان فرقی نداره، منی که اینجا دارم آزاد راه میرم، ما در کنار شما هستیم. اتفاقا تنها دیپلماسی موفق آقای دکتر رئیسی همین وزارت خارجشه، یکی از قوی ترین وزراش همین وزارت خارجه آقای رئیسیه. اتفاقا جمهوری اسلامی ایران از هر زمانی از خلقت تاریخش تا الان امروز مثل امروز قدرتمند نبود و ما به این افتخار میکنیم. راجع به یمنی ها میخوام بگم، یمنی ها گفته های خودشون عملی کردن. یمن پروژه انرژی ارزان بایدن و صهیونیست‌ها را برملا کرد. خب اینا معلومه، باید بیان اینجوری بگن، یمنی ها نشون دادن که میتوانن دریای سرخ رو ناامن کنن، میتوانن کشتی های باری رو با موشک های بالستیک اینا را غرق کنن. امروز تمام جهان دیدن که سه کشور عراق، لبنان، یمن دارن از این فلسطین حمایت میکنن. آمریکایی‌ها صهیونیست‌ها دیدن، اروپایی‌ها دیدن اگر جنگ نفتکشا، اگر این جنگ بیشتر گسترش بدن، جنگ نفتکشا شروع بشه، عملاً دنگه هرمز، بابل‌المندب یا دریای سرخ ناامن بشه، قیمت انرژی دست نیافتنی خواهد بود. به همین خاطر به اسرائیل خیلی فشار آوردن که بیان این توافق آتش بس رو موافقت کنن. و میدونید که دوتا جلوگاه جهانی، اصلا اقتصاد جهانی به دوتا جلوگاه محتاجه، یکی بابل‌المندب سوئز دریای سرخه، یکی هم هرمزه. اگر این جنگ اسرائیل گسترش پیدا کنه، فکر کنید این دوتا دریا، این دوتا جلوگاه امن خواهد بود، تردد کشتی ها راحت خواهد بود. با رهایی کردن 50 تا مین با جی پی اس با بابل‌المندب یا دریای سرخ یا با تنگه هرمز، آینه جا اقتصاد جهانی اصلا میپاشه. شما فکر کن اسرائیلیا امروز 47 روز جنگ ادامه دادن، به گفته خودشون، خود صهیونیست ها، خونخوارا، میگن 60 میلیارد دلار خسارت به ما وارد شده. کتابی درباره جنگ و برنامه ریزی نظامی است که توسط یک فرمانده بروسی، مال بروسیا قبلا ملحق به آلمان، کارل فون کلاوزوویچ، این متولد 1780، میگه هر که بابل‌المندب و تنگه هرمز را کنترل کند، جهان را کنترل میکند. خب نگاه کنید، انصار الله بابل‌المندب دست شده، جمهوری اسلامی ایران میتونه تحکم میکنه در کجاست؟ هرمز. در هرمز، یعنی بالقوه ایران جهان رو کنترل میکنه. میدونید؟ اونا میدونه. ببینید این یک افسر نظامیه 1832 منتشر کرده. صهیونیست‌ها در جنگ حدود 7-8 تا پیشرفت میذاشتن که اگر این پیشرفت‌ها انجام نشه ما به هیچ وجه زیر بار آتش پس نمیریم. و امروز میبینیم تمام پیش شرط های خودشونو پس گرفتن و تن به تقریبا آتش پس دادن. میدونید که این آتش پس الان یه پیروزی برای محور مقاومته. و چه دلیلی باعث شد که اسرائیلیا با اون همه پیش شرطی که میکشیدن جلو، حالا حتما میدونید، و امروز از اون عقب نشینی کردن؟